به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو تا به این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، این ویدیو رو با یه خبر توپ شروع می‌کنیم. ایران به جایگاه سوم اوپک برگشت. وزارت انرژی آمریکا از بازگشت ایران به جایگاه سوم اوپک با کنار زدن امارات و تولید 2.93 میلیون بشکه در روز نفت در ماه سوم 2023 خبر داد. متوسط تولید نفت کشور در سه ماه سوم سال جاری میلادی 190 هزار بشکه در روز از سه ماه دوم این سال بیشتر شد. خب حرف از امارات شد دوستان. تو ویدیوی قبلی یه خبر شوکه کننده در این مورد داشتیم، مبنی بر اینکه امارات در هفته‌های اخیر به اسرائیل کمک نظامی کرده. اخبار غیر رسمی هم منتشر شده که این کمک‌ها در بخش نظامی همچنان ادامه پیدا کرده. اگه این خبر صد داشته باشه، شک نکنین که محور مقاومت در یکی دو هفته آینده بدجوری این کشور و سرانش رو تنبیه خواهد کرد. باید ببینیم واکنش‌ها در این راستا چه خواهد بود. اما امروز همه ایران برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خیابون‌ها اومدن و قطعنامه‌ای رو با موضوع آتش‌بس در غزه صادر کردند. اجازه بدین بخشی از این قطعنامه رو براتون بخونم. ما ملت مسلمان و ظلم ستیز ایران، سیاست‌های دوگانه حکام غربی و خانه پوشالی حقوق بشر و نمایندگان غربی در شورای امنیت را محکوم و خواستار آتش‌بس فوری در سرزمین‌های اشغالی هستیم. به آمریکا، انگلستان و فرانسه اعلام می‌کنیم که محور مقاومت محدود به غزه و فلسطین نیست و اگر بمباران و کشتار مردم مظلوم غزه متوقف نگردد، هیچ سناریویی را دور از ذهن ندانید و آگاه باشید که هویت ما با هراس افکنی در جان اشغالگران گره خورده و سلاح‌های ما بیتاب و تمام منافع شما در تیررس ما خواهد بود. همزمان با این راهپیمایی در تمام ایران، پایگاه آمریکا در سوریه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پایگاه ائتلاف آمریکایی در منطقه اشدادی در استان حسکه هدف حمله چند پهپاد قرار گرفت. در پی این اقدام، دبیر کل نجبای عراق هم یه بار دیگه تاکید کرد که مقاومت عقب نشینی نمی کند و تسلیم نمی شود. دبیر کل یکی از جنبش های نظامی عراق گفت ما آماده کمک به برادران فلسطینی خود هستیم و در جنگ با اشغالگران آمریکایی در عراق هم لحظه ای عقب نشینی نکرده و تسلیم نخواهیم شد. اما این آش اونقدر شور شده که صدای سرآشپزها هم در اومده. این تصویر رو از پولیتیکو تماشا کنین. حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا در غزه خشم بسیاری از کاخ سفید و پنتاگون را برانگیخت. پولیتیکو نوشته دولت بایدن به طور خصوصی به شدت به اسرائیلی ها فشار آورده تا با ملایمت‌تر عمل کنند. برخی از اعضای کنگره آمریکا از قبل میخوان اسرائیل رو به دلیل عدم رعایت واقعی حقوق بشر موجود مجازات کنند و به طور قانونی پنتاگون رو از ارائه کمک نظامی به اسرائیل منع کنند. حالا این تصاویر هم با هم ببینیم. قضیه از این قراره که فعالان صلح در اوکلند جلوی حرکت کشتی نظامی حامل سلاح برای رژیم صهیونیستی رو گرفتن. بعد از پولیتیکو هم گوترش از بمباران آمبولانس در غزه وحشت زده شده. مثلا دبیر کل سازمان ملل ساعتی پیش گفت که از حمله روز جمعه ارتش اسرائیل به خودروهای آمبولانس در غزه در خارج از بیمارستان اشفا احساس وحشت کردم. تصاویر بسیار دلخراش است و درگیری بین اسرائیل و حماس باید متوقف شود. واقعا دیگه این صحبت‌ها نخنما و تکراری شده. همزمان با این اظهارات پوچ و توخالی، ارتش رژیم اسرائیل صبح امروز آوارگان فلسطینی را که برای در امان ماندن از بمباران به بیمارستان کودکان النصر پناه برده بودند هدف قرار داد. هنوز آماری از کشته شدگان در این بمباران وجود نداره. این در حالیه که روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت هم ساعتی پیش مطلبی منتشر کرد و نوشت در غزه با تهدید بزرگی روبرو هستیم. روزنامه یدیوت آهارونوت گزارشش نوشته که نظامیان اسرائیلی در حمله به نوار غزه هر روز با تهدید بزرگی از سوی کوادکوپترهای حماس مواجه هستند. بنا به این گزارش، نیروهای مقاومت حماس در حمله کوادکوپتری خود از کلاهک RPG استفاده می‌کنند، بدین صورت که رزمندگان مقاومت کلاهک RPG ها را جدا کرده و به زیر این کوادکوپترها می‌بندند و این سرجنگی RPG ها را بر سر نظامیان صهیونیست رها می‌کنند. این روزنامه به شلیک مستمر گلوله‌های خمپاره از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی و همچنین موشک‌های ضد زره به تانک‌های اسرائیل اشاره کرد و نوشت که در حمله اخیر به غزه بیش از 10 نظامی اسرائیلی مجروح شده. این مطالب در حالی منتشر شده که CNN هم به نقل از مقام‌های
آمریکایی گزارش داده که انتظار می‌رود در روزهای آینده مرحله جدید در جنگ اسرائیل با حماس آغاز شود. در این مرحله حمله‌های هوایی اسرائیل کاهش یافته و ارتش رژیم صهیونیستی بر عملیات زمینی گسترده‌تر در غزه تمرکز می‌کند. این ادعاها در حالی مطرح شدند که وحشت خواب و خوراک را از صهیونیست‌ها و حامی‌هاشون گرفته. بریم با مزدور رسانه‌ای این رژیم شروع کنیم. آماری داد از شمار نیروهای نظامی اسرائیلی که متمرکزند بر مرزهای لبنان، از نیروی دریایی گرفته تا هدافند ضد موشکی ارتش اسرائیل تا نیروی زمینیش، و آمارهایی که معمولا سید حسن نصرالله داده در سخنرانی های پیشینش کمتر زیر سوال رفته. یعنی آدمیه که معروف نیست به اینکه آمارهای دروغ و غلط بده، بنابراین در خصوص آماری هم که امروز داد نمیشه به صراحت صحت این آمار رو زیر سوال ببریم، به خصوص اینکه بذاریم کنار خود آنچه ارتش اسرائیل اعلام کرد که به نیروهاش در مرز لبنان در هنگام سخنرانی سید حسن نصرالله آماده باشه بسیار بسیار بالا داده بوده. این خود لغتی است که خودشون انتخاب کردند که در وضعیت بسیار بسیار آماده به سر می بردند، و از طرف دیگه نیروهای آمریکایی هم به همین ترتیب. آقای تقوی‌نیا اما در این خصوص به یه نکته بسیار مهم اشاره کرده و طی توییتی نوشته: برخلاف پیشبینی‌ها، دبیر کل حزب الله اولتیماتومی به دولت آمریکا داد و اعلام کرد اگر اسرائیل را متوقف نکند، جنگ منطقه‌ای آغاز خواهد شد و ناوهایش در دریای مدیترانه نابود می‌شود. او به واقعه اکتبر 1983 و کشته شدن 250 نظامی آمریکایی در لبنان اشاره کرد و گفت عاملان آن عملیات هنوز زنده‌اند. بایدن هم که بعد صحبت‌های دیروز نصرالله بدجوری گیج شده، ساعاتی پیش در اظهار نظری بسیار مخوف و هوشمندانه تأکید کرد که جهان بر سر دوراهی قرار دارد و چند سال آینده سرنوشت چندین نسل آینده را تعیین خواهد کرد. بایدن پیش از این هم در دیدار با گابریل بوریچ رئیس جمهوری شیلی گفته بود که شاید در هر 6 تا 8 نسل زمانی فرا می‌رسد که جهان در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر می‌کند. واقعا قابل تأمل بود. در همین راستا و در انتهای این ویدیو هم بد نیست صحبت‌های آقای قریشی رو در مورد اولتیماتوم سید حسن نصرالله به آمریکا و اسرائیل بشنویم. ضمن اینکه سید حسن نصرالله انگار که دوتا از توانایی جدید حزب الله رو نمایی کرد، وقتی ایشون فرمود که ناوگان‌های آمریکایی رو برنامه براشون داریم، بدون شک یعنی حزب الله به این مفهومه که حزب الله اژدر دریایی داره و بسیار میتونه مؤثر و خطرناک باشه برای ناوگان دریایی آمریکا. وقتی گفت هواپیماهای شما رو هم براتون برنامه داریم، برای هواپیماهای شما برنامه دارید، بدون شک سامانه دفاعی ضد هوایی پیشرفته ای رو داره. این واقعیت اینه که سید حسن نصرالله معروفه که وقتی نیروی نظام، وقتی تحلیلگران و مشاورین نظامیش دقیقاً حرفی رو بهش میزنن و مطمئنن بهش میگن ما این توان رو داریم، سید حسن رونمایی میکنه. امروز دو تا نکته خیلی مهم داشت. ایشون فرمودن که ناوگان آمریکایی ناوگانی نیست که ما ازش بترسیم و برنامه براش داریم اگر جنگی بشه. هواپیما هم همینطور. به نظر میرسه اگر قرار باشه که جنگ بشه، که به نظرم میاد بعیده، من فکر میکنم هم اسرائیل توان خودش رو سنجیده و میبینه اسرائیل کوچکتر از اینیه، حجم قدرت و توان و قدرت اسرائیل کمتر از اینیه که از پس یک نیروی چند صد هزار نفری بر بیاد، توی با یک نیروی چند 60 هزار نفری این چنین گرفتار شده. وقتی صحبت حزب الله رو میکنیم، صحبت 300 هزار نیروی رزمدیده‌ایه که پیروز شده تو جنگ با داعش. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.